با درود، در برنامه قبلی به پارادوکس یا تعارض یا تناقض سنت فکری و تجدد یا مدرنیته اشاره هایی کردم. گفتم که اولا اندیشه مشروطه خواهی و قانون یا پرداخت قانون یا تنظیم قانون، به سخنی نوشتن قانون و پیدایش دولت ملت یا ساختار دولت ملت از سنت فکری ما که دینی و به طور کامل اسلامی است بیرون نمی آمد، بلکه این مجموعه یعنی قانون و مفهوم دولت ملت و امور پیوسته اون جملگی از بنیانهای نظری یا فکری عصر مدرن مغرب زمینی برمی آمد که بارها به مناسبت‌های دیگر، به مناسبت‌های دیگری که در بحث‌های ایران مدرنیته داشتم، این مسئله رو برای شما روشن کردم، توضیح دادم. گفتم در برنامه پیش که این دو پدیده بنیادی، بنیانی فرهنگی و سیاسی، مطلقاً و اساساً ریشه در فرهنگ مای مسلمان ایرانی نداشت و نداره و برای ما به طور کامل بیگانه بود. گفتم که مسئله قانون و البته مفهومی مثل اتا دو دروا، بعد این مفهوم رو برای شما به طور مجمل توضیح خواهم داد، مفهومی مثل خود قانون و مفهومی به ویژه در معنای اتا دو دروا یعنی حاکمیت بی چون و چرای قانون، معنای لغوی این چند کلمه اینه، برای ما کاملا بیگانه بود. پدیده‌ای بود که بیرون از فرهنگ ما بود و از بیرون از فرهنگ ما، یعنی از عصر اندیشه های عصر مدرن مغرب زمین می آمد. گرچه برای شما توضیح دادم در برنامه‌های پیش که خود مفهوم قانون ریشه های اون در یونان باستان بود و سپس به نوعی در امپراتوری روم گسترده شد. دیدیم و می‌بینیم، نکته بعدی این بود، دیدیم و می‌بینیم که بی‌دانشی ما نسبت به مفهوم‌های ساختاری دولت مدرن، ملت به معنی ناسیون، چه نتایج شومی رو برای ما به بار نشاند. فقدان قدرت قانونی دولت، فقدان قانونیت در جامعه ایران، حتی با گذر یک قرن از تحول سیاسی عصر مشروطی که مهمترین واقعه فرهنگی سیاسی ما ایرانی است، جامعه ایران همینک در حساس ترین، لرزنده ترین
مرحله فروپاشی ساختارهای بنیانی اجتماعی ایرانه. توجه داشته باشین، بیدقتی های ما، بیمسئولیتی های ما، بیخردی های ما فاجعه امروزی رو که گرفتارش هستیم به وجود آورده. ما اگر در 100 سال گذشته به چند و چون ضرورت قانون، نه شریعت، قانون بیرون از حیطه و قدرت دین میاندیشیدیم، اگر به معنا و مفهوم دقیق دولت و دولت ملت و چگونگی ملت میاندیشیدیم، البته این فاجعه ای رو که سرزمین ما امروز مبتلاش به طور قطع نبودیم. پس دیدیم و میبینیم، تکرار میکنم اینو، که بیدانشی ما نسبت به این مفاهیم ساختاری ارزش‌های نوین، ذهنیت نوین، چه فجایع شومی رو برای ما به بار نشانده. یکی از مهمترین نتایج شوم این نادانی و این بیتوجهی ما به تفاوت قانون و شریعت، دوستان من دقت داشته باشید، اینها گرفتاری های پایه‌ای ماست. تا ما از اینها نگذریم سرزمین اونو محال بتوانیم نجات بدیم، محال بتوان بین ایرانیان وحدتی جمعی پیدا بشه که ما اسمش رو وحدت ملی میگذاریم. دقت کنید، یکی از مهمترین نتایج شوم این نادانی بیتوجهی به تفاوت بنیادین قانون و شریعته. ما اینو ندیدیم اصلا و اصلا و اساسا. تناقض یا همون تعارض یا همان پارادوکس قانون با شریعت که یکی از نقطه های کانونی پارادوکس تفکر سنتی ما یا سنت فکری ما با تجدده. تعارض یا تناقض قانون با شریعت نتیجه شومی دیگر. این یک نتیجه بود. نتیجه شومی دیگر بیتوجهی ما نسبت به تناقض ملت و امته. هرگز ملت معنا و مفهوم امت رو نه تنها با خود نداره، بلکه به طور کامل ویژگی های مفهوم امت از معنا و مفهوم ملت بیرون نهاده میشه، بیرون ریخته میشه. مردم ایران اگر امروز به این سرنوشت شوم مبدل شدند، چی دوچار شدند، عذر میخوام، دوچار شدند، به این دلیله که پذیرفتن امت مسلمانند و نه ملت ایران. این سخنی که دارم میگم تصور نکنید ریشه یا اساس فکری رو که من در ذهنم دارم، نمیدونم ناسیونالیسم ایرانی و حرفای خیلی سطحی ساده بی اعتبار اینگونه است. خیر،
ملت به مفهوم ناسیون، یعنی تمام بارهای سیاسی که پشتوانه اینه. و من در بخشی از گفتگوهای خودم در این برنامه ایران مدرنیته کوشیدم مفهوم ملت رو برای شما روشن کنم، بازم بیشتر در موردش با شما سخن خواهم گفت. اینا رو باید بدانیم. از نتیجه شومی دیگر بیتوجهی ما نسبت به تناقض مفهوم ملت با امته، تا آنجا که این نتیجه شوم و این بیتوجهی و این سرسری گرفتن این مشکل تا آنجاست که با استقرار حکومت دینی در ایران بعد از انقلاب 57 اصلا و عمدتا اهل فکر یا نظر و مثلا روشنفکران در اون دهه ها و تا به امروز به این پارادوکس بسیار بنیانی میان مفهوم ملت به معنای ناسیون و امت که 100% ریشه دینی و اسلامی داره اصلا توجه نکردند، یا اگر توجه کردند یا اگر کسانی بهش اشاره کردند بسیاری گوشای اینو نشنیدن و اصلا قابل شنیدن نبود. جامعه ایران دست کم نزدیک به 3 دهه است به یاوه‌هایی، دقیقا این کلمه رو تکرار میکنم، عبایی از به کار بردنش ندارم، به یاوه‌هایی زیر عنوان روشنگری دینی، تجدید نظر طلبی دینی گوش میکنن، گوشها کر میشه، قلمها بر کاغذها هزاران و صدها هزار صفحه یاوه رو میریزند و دیگران میخوانند، ولی این مشکل بنیانی رو بهش توجه نمی کنند. تا جایی که با استقرار حکومت دینی اصلا، تکرار می کنم اینو، و ابدا روشنفکران به این پارادوکس، یعنی پارادوکس ملت با امت، توجه نکردند. اینو در پایان سخن قبلیم اشاره کردم. ندانستیم. نکته بعدی، ندانستیم وقتی مردم ایران 7 یا 8 دهه بعد از جنبش مشروطه، اصلا حیرت انگیزه، حیرت انگیز از حیرت انگیز ده ها بار شگفتی زدگی بیشتر داره. این فاجعه است. 7 دهه 8 دهه بعد از جنبش مشروطه، جانفشانی های بیشمار، کوشش های بیشمار، دست کم به مدتی 2 تا 3 دهه بعد از پیدایش مشروطه انجام میگیره و قانون، پیدایش قانون اساسی مشروطه، ما 7 یا 8 دهه بعد به جای ملت دوباره به امت برمیگرد. فاجعه اینه. پس به این ترتیب با توجه به این نکات، حق سیاسی، آزادی فردی، ببینید هر کدوم از اینا یک حوزه اندیشه سیاسی است، ارزش‌های نوینه. حق سیاسی، آزادی‌های فردی، مفهوم فردیت یعنی همون اندیویدوالیته، جایگاه حقوقی فرد و فردیت، 4. ساختار دولت، نقش و جایگاه فرد یعنی واحد اجتماعی در پیدایش ساختار قدرت دولت، کنترل دولت به طور کامل،
برای ما از میان رفته. شما هیچ کدوم از این ارزش‌ها رو دست کم، حالا قبل از 57 بحثش که گونه دیگر است، یعنی این واقعیت‌ها در پیش از انقلاب 57 نیست تحقق عینی جز جلوه‌هایی در ایران نداشت که، اما به طور کامل حق سیاسی، آزادی‌های فردی، مفهوم فردیت، جایگاه حقوقی فرد، ساختار دولت، نقش و جایگاه فرد در پیدایش ساختار و قدرت دولت و کنترل دولت به طور کامل و 100% در این 14 از میان رفته و ما اینو نمیبینیم و یا نخواستیم ببینیم، گرچه دهه هایی است کمابیش جنبش هایی وجود داره، انسان هایی آزادی های خودشون رو و جان خودشون رو برای تحقق این واقعیت ها که ابتدایی ترین واقعیت های زندگی اجتماعی عصر نوینه از دست دادند و میدن. صده ها هزار انسان آزادی خواه در گوشه زندان ها داره وجودشون متلاشی میشه. البته برای تحقق این هست، من نمیگم نیست، بدون تردید فراوان هست، جنبشی وجود داره. این میل در عمومیت ایرانیان کمابیش دیده میشه. حالا ولی این کمبودها رو ما داشتیم. حالا در حالی که ما به این توجه نکردیم، شرط ذاتی و بنیادی پیدایش دولت ملت تحقق این اموره. یعنی دولت ملت نمیتوانه به وجود بیاد مگر تحقق این امور. متاسفانه این نکته ها و این جنبه ها در مبارزه های سیاسی، غالب جریان های سیاسی پیش از انقلاب به مدت 7 دهه نیز غیبت داشته، کمابیش حضور داشته، در بعضی جریان ها دیده شده، یه تشعشع به اصطلاح شعله های بسیار اندک و مبهم اونا ایناست که میشمره. یعنی شرط ذاتی و بنیانی پیدایش دولت ملت و تحقق این امور، تحقق این مفهوم مشروط به پیدایش این اموره. حق سیاسی مطلقا آزاد، یعنی فرد ایرانی دارای حق سیاسی مطلقا آزاده، انتخاب آزاد داشته باشه. یک. دو، تحقق عینی و واقعی کلیه آزادی های فردی و جمعی. سوم، رسمیت یا تحقق فردیت. رسمیت که میگیم یعنی واقعیت خارجی پیدا کنه، پذیرفته بشه. هیچ قدرت و مبدع قدرت سیاسی حق سلب این حق را از واحد اجتماعی جامعه ایران که فرد ایرانیه نمیتونه سلب کنه. بنابراین رسمیت و تحقق فردیت به مثابه بنیان ساختار قدرت دولت. دقت کنید، یعنی اراده فردی و فردها بنیان ساختار و قدرت دولته. چهارم، حاکمیت مطلق و بدون تبعیض قانون یا همان اعتاد و دروا، که بعد چنان که در پیش اشاره کردم در آغاز سخنم، این اعتاد و دروا رو در یه صحبت بعدی برای شما بهتر و بیشتر توضیح خواهم داد. اعتاد و دروا به طور
ساده بخواهم بگویم سیطره بیچون و چرای قانون نسبت به قدرت دولت. این یه تعریفشه. حالا باز تعریف جامع‌تر و وسیع‌تری داره که بعد بهتون میپردازم. و نیز اطاعت دروات به سخنی اطاعت دولت و ملت بدون تفاوت از قانون، یعنی میان دولت و ملت در اطاعت از قانون فرقی نیست. مسئله بعدی مفهوم دولت، یعنی شرط بعدی، شرط بنیادی و ذاتی دولت ملت، این امری که اشاره میکنم که این پنجمیشه. مفهوم دولت مدر و عناصر ذاتی آن و مبدعیت قدرت دولت، مبدع دولت، قدرت دولت. حال توجه میکنیم به چگونگی بخشی از پارادوکس فکری ما با تجدد. من به ضرورت این بحث که عمدتاً روی خطاهای روشنفکری 100 ساله گذشته بود و من روی اون مکث کرده بودم و هنوز بر بستر این خطاهای روشنفکری هستم و این خطاها رو از عصر مشروطه دنبال کردم، پرداختم به ابهامات عمده اندیشه مشروطه ایرانی که در اون به مسئله قانون، چگونگی دولت ملت رسیدم و به پارادوکس سنت فکری مای ایرانی مسلمان شیعی با اندیشه های مدرن. حال علت اصلی وجود و تداوم این پارادوکس بدان است. می‌خوایم ببینیم این پارادوکس علت وجودیش بر چه اساسی پی گرفته. ارزش‌های مدر که در کانون اونها من در بحث ساختار سیاسی و حقوق سیاسی، دولت، ملت، فردیت، آزادی و امور پیوسته اون رو برای شما برشمردم که استقلال ذاتی انسان بود، نیز مسئله بسیار مهم و کلیدی این ساختار دولت ملت، غیر ربوبی شدن نهادهای اجتماعی مثل دولت، مثل قانونگذاری و آموزش. این جملگی، این امور جملگی بیرون از فرهنگ ما بود، برای ما کامل بیگانه بود و از بیرون می آمد، یعنی از مغرب زمین، یعنی اصلا اساس پارادوکسی که در سنت فکری ما و مغرب زمین وجود داره، یعنی عصر مدر، در همین جا خودشو بیش از امور دیگر نشان داد. البته این پارادوکس وجوه دیگری داره. پس و طبعا میان سنت و ارزش‌های مدر نه تنها سازش که اینه میتوانه باشه، بلکه وجود یکی ضرورتا نفی دیگری است. بدین جهت در 100 سال گذشته تعارض میان سنت و مدرنیته هم در روابط اجتماعی، هم ساختار سیاسی و هم نهادهای مدنی ادامه داشته تا به انقلاب 57 رسیده. فعلا تا اینجا سخنم رو انجام دادم، به پایان میبرم و ادامه اون رو در بحث بعدی براتون توضیح خواهم داد. فعلا همین و مرسی و تا بعد.